میدونین که هیچ کس به اندازه ما، به اندازه خودمون ما رو تنبیه نمیکنه. این تو یه فول تایم کورته، یه دادگاهیه که تمام مدت اینجا فعاله. بعد یه قاضی بیرحمم اونجا نشسته، خسته هم نمیشه، یه چوب دستشه و یه بخش از ذهن این کارو میکنه دیگه. دائم ایراد میگیره، سرزنش میکنه، تنبیه میکنه، ناراضیه، همیشه ناراضیه، همیشه از آن چه اکنون هست ناراضیه. و این ریتمو میبره بالا، ریتم ذهنو میبره بالا، به جای اینکه آرومتر کنه ریتمو میبره بالا. به همین دلیل خوبه که ما بتونیم حتی این موضوع رو مشاهده کنیم. به محض اینکه ریتم ذهن میاد پایین، ریتم ذهن میاد پایین، آهسته آهسته تر آهسته تر، تمرکز میره بالا، تمرکز میره بالا. و افراد خیلی وقتا گزارش میدن که دیگه فکر کنم سنم رفته بالا، مغزم مثل سابق کار نمیکنه، شلوغم، هیچی یادم نمیمونه، نکنه آلزایمر بگیرم. هیچ کدوم اینا نیست. ریتم ذهن بالاست، ریتم بالاست، هیجان، هیجان خیلی با خیلی بالاست. این باید میاد پایین، پایین، پایین تر، پایین تر، پایین تر، خیلی پایین تر. سلام سلام، بفرمایید. سلام سلام، بفرمایید. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب قبل از اینکه شروع کنیم مثل همیشه یه تنارامی داریم و بعد خیلی خوش آمدیم، خیلی خوش آمدید، یه تنارامی داشته باشیم و بعد آغاز کنیم. تونستین بدن رو رها کنین؟ تونستین اون قسمت آخر درون بدن رو احساس کنین؟ شد؟ بسیار عالیه. اون قسمت آخر موفق شدین که درون و بیرون رو یک پارچه احساس کنین؟ شد؟ بسیار عالیه. بله، وجود نداره، درسته. یادتونه قبلا راجع به این با هم صحبت کردیم در ترم یک که ما توی بدن نیستیم، ما تو بدن نیستیم، ما یه آگاهی نیستیم که ما رو ریختن تو بدن. این بدن مثل یه گونی نیست که ما رو ریختن این تو و دوتا سوراخ هم کردن، از اینجا داریم بیرون رو نگاه میکنیم. ما این تو نیستیم، بلکه این بدن هست که در بستر آگاهی ما تجلی پیدا کرده. و اون تست هم که عرض کردم تکراریه، که الان امکاناتی هست که دیگه الکتروانسفالوگراف نمیگیرن، نوار مغزی نمیخواد الکترود بچسبونن به مغزتون، نمیخواد. EEG نیست، MEGه، مگنیتو انسفالوگرافه، یعنی گیرنده است، نمیچسبونن به مغز، فاصله داره. تمام اون چیزهایی که ما حس میکنیم و ما فکر میکنیم از بدن ساطع میشه یه جای دیگه، اونجا پروسس میشه، حس میشه، تجربه میشه و در آن واحد سیگنال هایی میاد که بدن میگیره. یادتونه راجع به این با هم صحبت کردیم که بدن مثل آنتنه، علمیه ها، این واقعیه ها، تک تک سلول ها و دی ان ای ما، این واقعی است، این یک واقعیت فیزیکی است. مثل آنتن عمل میکنن، مثل موبایل، سند ریسیو، سند ریسیو، یعنی میفرسته میگیر، دائم داره یه سری امواج میفرسته، دائم داره یه سری امواج میگیره، تمام مدت، تمام مدت. و بدن یه دستگاه مثل موبایله که این فرستنده گیرنده است، بدن رو میگم. مثل تلویزیونی که از یه جایی سیگنال میاد، سیگنال میاد، بعد این تلویزیون اون سیگنال ها رو میگیره، میتونه به ما تصاویری نمایش بده.
تلویزیون یه تایمی کار میکنه دیگه، بعد قدیمی میشه، بعد دیگه فرسوده میشه، بعد دیگه از بین میره تلویزیونه. ولی حتی وقتی تلویزیون دیگه کلا از بین میره، میندازیمش دور، دیگه استفاده غیر قابل استفاده است، تایمش تموم میشه، هنوز اون منبعی که داره سیگنال میفرسته سر جاشه. اون منبعی که تغییری نکرده که، اون سر جاش هست. تلویزیونه اشکال پیدا کرده الان. این بدنه مثل اون تلویزیون است، این بدنه مثل اون موبایل است. سنت ریسیو، سنت ریسیو، دائم دائم. و این کار میکنه، فیزیکیه دیگه، کار میکنه، استهلاک داره، خراب میشه، فرسوده میشه، از بین میره و میذارنش زیر خاک. ولی اون منبعی که بودن رو ادراک میکرده، که توی بدن نبوده، که بدن مثل یک وسیله ای بوده که در این حوزه بتونه حرکت کنه، اون سر جاشه، اون آگاهی سر جاشه. به همین دلیل اون آگاهی واحده، تابش پیدا میکنه، بیشمار تجربه داره. یکی از اون تجربه ها این بدن فیزیکی کنونیه، یکی از اون تجربه هاست. بنابراین بدن وقتی از دست میره، ما باید بذاریم تو سر خودمون، باید گریه کنیم؟ موبایل وقتی از بین میره یا اون تلویزیون وقتی از بین میره؟ نه، اون جایی که سیگنال ازش میومده سر جاشه هنوز. نه، سیگنال اون سر جاشه، اون منبع سر جاشه، منبع تغییری نکرده، منبع شکل نداره، زمان نداره، نه پیر میشه، نه فرسوده میشه، نه آنتروپی برش حاکمه، نه خراب میشه، نه هیچی. هستش، همواره هست، آنچه که شما حقیقتا هستید همواره هست. و این مثل دستگاهه، یه همچین چیزیه. به همین دلیل چیزی که فرمودین درسته، درون و بیرون نداریم، که درون و بیرون نداریم. تست جالبی که انجام دادن، دکتر بروس لیپتون یه گزارش خیلی جالبی میده از یک، همون کسی که کتاب Biology of Belief رو نوشت 2005، که یکی از بنیانگذاران علم اپیجنتیکس هست. ایشون یه گزارش خیلی جالب داره. وقتی که قلب یه دختر خانومی رو پیوند میزنن، میمیره، قلبش رو پیوند میزنن به یه دختر خانوم دیگه، و بعد یه اتفاق جالب میفته. این دختر خانومه که زنده بوده و قلب اون یکی رو بهش پیوند زدن که الان زنده است، از شب بعد از این که این قلب پیوند میشه بهش، یه خوابای عجیبی میدیده و میترسیده، شب خواب میپریده، شب خواب میدیده که یک نفر میاد میکشتش، و این خواب تکرار میشده و این خواب واضح بوده، خیلی واضح. به پزشک میگن و بعد آخرشو بگم، با پلیس در میون میذارن. از طریق تصاویری که ایشون میکشید، میتونسته تایید بکنه، اون کسی که قاتل اون دختر اولیه بوده رو میرن پیداش میکنن. این واقعیت. البته فقط این مورد نیست، از این موارد زیاده. یعنی چی؟ یعنی قلب اون دختره که فوت کرده، که الان تو سینه این یکی دختر است، آنتنه دیگه. بقیه بدنش هم آنتن بوده، منهدم شده رفته زیر خاک، یه تیکه از این آنتن زنده مونده هنوز و هنوز داره سیگنال هایی میده میگیره به همون سورس واحدی که به خودش مربوط بوده. متوجه هستین؟ چون سیگنال هایی که بدن هر یک از ما داره سند میکنه و ریسیو میکنه، به منبع آگاهی فردیت یافته خودمونه، و هیچ کدوم از این سیگنال ها یکسان نیستن. مثل اثر انگشتن دیگه، یکسان نیستن، یکسان نیستن. یعنی حتی وقتی یکی میمیره، اون منبع اصلی ای که آگاهی شماست، که فیزیکی نیست، که شکل نداره، که زمان نداره، که از بین نمیره، که همواره هست، همچنان هست حتی وقتی بدن از بین بره، حتی وقتی بدن از بین بره. تا بعد اون وقت اگر که باید ببینیم که چقدر ما رشد کردیم، به چه سطحی از پختگی و آگاهی رسیدیم، آیا نیازی هست که دوباره تجربه شکل داشته باشیم یا دیگه نیازی نیست که تجربه شکل داشته باشیم. بله، مطلبی که تو گفتین درسته، دیگه بیرون و درونی نیست. درسته، درسته.
بله، و این میتونه اینجا ایفای نقش کنه. این بدن، ما با این بدن میتونیم در این حوزه از واقعیت ایفای نقش کنیم. یعنی اینجا هستیم برای این کارو بکنیم دیگه، ولی بدن فیزیکی نداشتیم که. الان اگه بدن فیزیکی داریم، یعنی اینکه الزام داره که اینجا باشیم و قراره که ایفای نقش کنیم، یه چیزی بیافرینیم، چیزی به هستی اضافه کنیم قبل از رفتنمون. قبل از این موبایل فرسوده شه، این موبایل گیرنده فرستنده است دیگه، این تایمش تموم میشه. قبل از این بقیه دوستان چطور؟ در رابطه با ذهن بگین، آیا درگیر ذهن هستین؟ آیا شاهد ذهن هستین؟ آیا میبینین که ذهن با گفتگوش داره چی کار میکنه؟ موضوع اصلی این کلاس اینه، بقیه مباحث فرعیاتن. در طول هفته، به خصوص هفته پیش که حالا اینجا برف خیلی زیاد بود، کلاس تعطیل بود و خب یه فرصت بیشتری وجود داشت برای اینکه بتونیم به ذهن توجه کنیم، بهش آگاه باشیم، مشاهدهش کنیم، ببینیم چی کار میکنه با ما، چی کار میکنه. یادتون بود این موضوع رو اصلا؟ بفرمی. من این موضوعی چی داشتم؟ حتما در خصوص که من بیدم که این مسئله اطلاع کنید یا درگیش شدن بازه یه فرقی برای من شده بود که دیگه احتیاط این نبود که بخوام بشینم در واقع توی روزمرگی خودم داشتم اینو امتحان میکردم و نمیتونم بهتون بگم به طور دائم، ولی تقریبا بیشتر مواقع در کنترل من بود و میشد اینو اتفاق عملی که از این کار برای من افتاد توی مثلا توی دو هفته هم شد که من بگم به طرز عجیبی مدیریت زمان من رفت بالاتر. آها، یعنی که من در زمان‌های خیلی کوتاه‌تری مثلا آخر شب وقتی برنامه روزانه رو داشتم مرور می‌کردم، حقیقتاً گاهی وقتا تعجب کردم که من این همه کار انجام دادم و خسته نبودم. یا مثلا یه بخش دیگه که خیلی قابل توجه بود برای من در کتاب خوندن و اینکه مثلا این کتاب‌هایی که یه خورده با بیشتر آدم تمرکزی داشته باشه، می‌دیدم که مثلا من هفته قبل زمان بیشتری برای درک اینا می‌ذارم، الان چقدر راحت اینا رو می‌فهمم. حتی فکرم داره این برای من خیلی جالب. بسیار 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 گزارش عالیه، خیلی گزارش عالیه. احساس رضایت نداشتین؟ ریتم ذهنتون پایین تر نبود؟ چه پایین تر بوده؟ به محض اینکه ریتم ذهن میاد پایین، ریتم ذهن میاد پایین، آهسته آهسته تر آهسته تر، تمرکز میره بالا، تمرکز میره بالا، تمرکز میره بالا. و افراد خیلی وقتا گزارش میدن که دیگه فکر کنم سنم رفته بالا، مغزم مثل سابق کار نمیکنه، شلوغم، هیچی یادم نمیمونه، نکنه آلزایمر بگیرم، نکنه. هیچ کدوم اینا نیست. ریتم ذهن بالاست، همین. هیچ کدوم اینا نیست. ریتم ذهن بالاست، ریتم بالاست، هیجان، هیجان خیلی با خیلی بالاست. این باید میاد پایین، پایین، پایین تر، پایین تر، پایین تر، خیلی پایین تر. یادتونه با هم راجع به این موضوع صحبت کردیم که هرگاه شما بتونین به اندازه کافی، به اندازه کافی در خود مستقر بمونید، و بعد اندازه کافی رو توضیح دادم که اندازه کافی یعنی مقداری که، نفر به نفر فرق داره، یعنی مقداری که احساس عجله، کلافگی، شتاب زدگی، بخوام زودتر از این حال بیام بیرون، چشامو وا کنم، ندارم اینا رو. به اندازه کافی یعنی انقدر در خود مستقر باقی مونده باشم که بتونم احساس آرامش کنم، سر حوصله و بدون عجله شاهد خالیای درون باشم. بفرمایید. خیلی ممنونم از گزارشی که فرمودین، خیلی خوشحالم از اینکه چنین نتیجه ای گرفتین. یه نکته دیگه مونده که عرض میکنم خدمتتون. بفرمایید، خواهش میکنم. یه تجربه داشتم از اینکه بعضی وقتا این اتفاق میفته که وقتی مشاهده‌گر ذهن میشیم، فکر میکنیم ذهن رو از یه در بیرون کردیم، در حالی که دور میزنه از یه در دیگه برمیگرده. یعنی اینجوریه که
وقتی که مشاهدگر ذهن میشی، متوقع میشی از خودت که دیگه یه سری رفتارا رو انجام ندی، یعنی عصبانی موقعی نشی یا برخوردهای نمیدونم قبلی تو انجام ندی، و وقتی که از دست در میره خیلی به خودت سخت میگیری و متوجه نیستی که این بر در من یه اتفاق افتاد که متوجه شدم که فکر میکنم رفته ولی از یه در دیگه اومده و داره که همون کنترل رو به یه شکل دیگه ای داره انجام میده، توقعم رو از خود من برده بالا در مورد رفتارم و اعمالم. بله، ببینین، بذارین یه نکته رو من توضیح بدم خدمتتون. تغییر وضعیت آگاهی و تغییر وضعیت ذهن یک شبه اتفاق نمیفته، زمان میبره و صبر میخواد. صبر یعنی خیلی صبر. برای اینکه این صبوری رو داشته باشیم، چند تا کار باید انجام بدیم. یکیش اینه که مهمترین کار اینه که با خودمون مهربون باشیم. علامتش چی بود؟ اشکالی نداره، من دوباره عصبانی میشم، باشه، اشکال نداره. وقتی عصبانی میشم، آگاهی ای هستم که به خشم خود آگاه است. دوباره به هم میریزم، دوباره دچار اندوه، دوباره نه هزار باره، دوباره نه صد باره، هزار باره، دوباره دچار اندوه میشم. و هرگاه دچار اندوه هستم، شاهد اندوه خود هستم، یعنی آگاهی ای هستم که به اندوه خود آگاه است. نکته مهم، وقتی که شما اندوه دارین و به جای اینکه اندوهگین باشین صرفاً آگاهی ای هستید که به اندوه خود آگاه هستید، یا خشم دارین و شما خشم نیستین، جدا از خشم شاهد خشم هستین، آگاهی ای هستین که به خشم خود آگاه است، معنیش این نیست که رنج نمی کشین، معنیش این نیست که به دلیل مشاهده اندوه، از بین میره دیگه و شما شاد میشین. بعضی وقتا مشاهده باعث میشه این اتفاق بیفته، ولی الزاماً اینطور نیست. اندوه یا خشم الزاماً با مشاهده برطرف نمیشه، بعضی وقتا میشه ولی همیشه نمیشه، و این بستگی به فاکتورهای متعددی داره. وضعیت ذهن ما دائم در نوسانه، وضعیت عواطف احساسات ما دائم در نوسانه، وضعیت فیزیولوژیک ما، بدن ما، فیزیک ما دائم در نوسانه، حوزه های انرژی ما دائم لحظه ای ها، باورتون میشه لحظه به لحظه اینا تغییر میکنن، در نوسانه، و محیط پیرامون ما در نوسانه، ما در فضا زمانی هستیم که لحظه به لحظه در تغییر، این در و دیوار همه اینا که میبینین ثابته، اینا ثابت نیستن، این در نوسان دائم در تغییر. خرد جمعی لحظه ای تغییر میکنه، هم خرد جمعی یک جمع کوچیک، هم یک جمع بزرگ، هم خرد جمعی کل بشر رو عرض میکنم در کل سیاره، لحظه ای تغییر میکنه، دائم در تغییر، همه چیز در تغییره، دائم در تغییره. بنابراین خیلی طبیعیه که بعضی وقتا شما تحت تأثیر مؤلفه های متعددی که عرض کردم میتونین خشم رو مشاهده کنین، عبور میکنین ازش و حس جالبی میده، و خیلی وقتا خشم رو مشاهده میکنین ولی همچنان خشمگین هستین. آگاه به خشمتون هستین و شاهدشین، ولی بازم عصبانی هستین.
شاهد اندوه هستین، ازش جدا شدید، مشاهدهش میکنید، بهش آگاه هستید، ولی حالتون خوب نمیشه، بازم اندوه هست. در چنین مواقعی ما رنج میکشیم، بازم رنج میکشیم. یک، باید خودمونو ببخشیم، به خودم سخت نگیرم، به خودمو تنبیه نکنم، خودمو سرزنش نکنم، انتظار نداشته باشم که 2 ماه یا 2 ساله به طور نصف نیمه یه مشاهده ذهن میکنم به فرزانگی رسیده باشم. چون میدونید حتی فرزانگان بزرگ تاریخ، حتی پیامبران، حتی قدیسان بزرگ، عرفای بزرگ نوسان داشتن. یه لحظه حالش خوب بوده، یه لحظه بد بوده، یه لحظه زار میزده تا صبح، یه لحظه جوشش شعف داشته، چه برسه دیگه به ماها. به همین دلیل این خیلی انتظار بزرگیه، چنین خیلی سختگیران است و شما به خودتون فشار میارین اینجوری. واقعا اشکالی نداره، جدی بهتون میگم، این مهمه، این کار میکنه. اشکالی نداره نه اینکه من اهمیت نمیدم، نه، اشکالی نداره یعنی در لحظه اکنون به خودم فشار اضافی نمیارم، چون زندگی به اندازه کافی داره فشار میاره. میدونین که هیچ کس به اندازه ما، به اندازه خودمون ما رو تنبیه نمیکنه. این تو یه فول تایم کورته، یه دادگاهیه که تمام مدت اینجا فعاله، بعد یه قاضی بیرحم هم اونجا نشسته، خسته هم نمیشه، یه چوب دستشه و یه بخش از ذهن این کارو میکنه دیگه، دائم ایراد میگیره، سرزنش میکنه، تنبیه میکنه، ناراضیه، همیشه ناراضیه، همیشه از آنچه اکنون هست ناراضیه، همیشه. و این ریتمو میبره بالا، ریتم ذهنو میبره بالا، به جای اینکه آرومتر کنه، به جای اینکه آرامتر کنه ذهنو، ریتمو میبره بالا. به همین دلیل خوبه که ما بتونیم حتی این موضوع رو مشاهده کنیم، چون میدونید که سرمایه اصلی شما در این زندگی چیه دیگه؟ خودتون هستین، خود شما هستین، خودتون هستین، و این رو به هیچ قیمتی نباید فدا کنین، فدای هیچ چیز دیگری، هیچ چیز دیگری. اول وجود، دوم سجود، حتی برای پیشرفت آگاهی اول وجود، اول شما باید وجود داشته باشید، اول شما باید باشید. شما نباشید هیچ معنی نمیده اصلا، پیشرفت، تکامل، آگاهی، ذهن، فلان، این هیچ معنی نمیده. اینا تا وقتی معنی میده که هستین شما. به همین دلیل ما قراره که اولویت رو به آگاهی خودمون بدیم. کی فشار ایجاد میشه؟ کی ما تحت فشار قرار میگیریم؟ هر جا، هر جا یه موضوعی بیرون از ما، از هدف اصلی درونی ما مهمتر میشه، فشار ایجاد میکنه. میدونید اهداف بیرونی آدم‌ها با هم فرق داره، یکی عاشق موسیقیه، یکی عاشق بیزینسه، یکی دنبال پول بیشتر داشتنه، یکی عاشق ریاضیاته، یکی عاشق تحقیقه، یکی عاشق نمیدونم مسافرت، سفره، یکی عاشق، هر کی یه چیزی دوست داره. اهداف بیرونی ما متفاوت، گوناگونه، ولی هدف درونی همه ما یک چیزه، بیداری درونی. هدف اصلی همه انسان ها اصلا فرقی نمی کنه، همه آدم، همه یک چیزه. هدف از رفت آمد به فضا زمان، به اینکه میاییم به حوزه شکل رو میریم، اصلا کل این ماجرا برای اینه که یه قدم در مسیر گسترش آگاهی درونیمون پیشرفت کنیم. کل این تجربه هدف آخرش اینه، هدف اصلی، اون اصیل ترین هدف ما درونیه و در همه واحده، بیداری درونی است، در همه یکسانه. هرچند که هدف بیرونی آدم ها خب فرق داره دیگه، هیچ 2 نفری هدف بیرونیشون یکسان نیست. و هر وقت ما یادمون میره، ما اینو یادمون میره، فشار ایجاد میشه، یهو یه موضوع بیرونی یهو خیلی خیلی مهم میشه، انقدر مهم میشه که عصبی میشم، به هم میریزم، دوچار خشم میشم، دوچار اندوه میشم، همه چی به هم میریزه و حتی خود اون هدف رو مخدوش میکنم. این نقض غرضه ها، ندونسته این کارو میکنم،
ندونسته این کار رو انجام میدم. نقض غرض دیگه، اصلا کل ماجرا چی بود؟ اصلا هدف اصلی چی اصلا؟ بعد یه مرتبه اصل قضیه رو یادم میره، یه موضوعات فرعی انقدر برام مهم میشه که اون هدف اصلی خودش میره کنار، میشه جز فرعیات و این فشار ایجاد میکنه، رنج ایجاد میکنه. متوجه هستین؟ و به همین دلیل واقعا نباید سخت بگیرین و باید مشاهده رو ادامه داد. یادتونه راجب این با هم صحبت کردیم جلسه یک ترم یک که مشاهده وجه ادراکی دارد و دارای مراتب است. مرتبه ای از مشاهده فیزیکیه، همین کاری که امروز کردیم، بدن تو حس کن رها کن، پا تو حس کن رها کن، وزن تو حس کن، بدن تو فیزیکیه، مشاهده فیزیکیست. یه سطح لطیفترش مشاهده دم بود، دم و بازدم. یک سطح لطیفترش مشاهده انرژی هامون بود. یک سطح لطیفتر مشاهده ذهنه که این ترم باشو بیشتر آشنا شدیم، مشاهده ذهنه. و سطح لطیفتر دیگه ای که ترم بعد باش آشنا میشیم احساسات و عواطفه. و پشت همه اینا مشاهده کردن خالیای درون یا فضای آگاهیه. و این نهایتاً میرسه به جایی که مشاهدگر بشیم. چون یک مشاهدگر بیشتر نیست که در از همه اجزاء هستی داره هستی رو مشاهده میکنه و بودن رو بی‌واسطه ادراک میکنه. در واقع این ماجرای مشاهده کردن حتی از سطح جسمانی میتونه در رشد مهارت مشاهده به ما کمک کنه. باورتون نمیشه که میشه جز بدن رو احساس کرد، انرژیشو حس کرد، انرژیشو تغییر داد. هر عضو، تیکت، هر نقطه، هر جا رو، هر نقطه رو، هر مفصل و قلب و کبد و پانکراس و معده و فرق نمیکنه، کلیه و زانو و شست پا، مو ریشه مو و هر جایی رو. و نکته که میخواستم خدمتتون عرض کنم در رابطه با تمرکز این بود که برای اینکه تمرکز بره بالا باید چی کار کرد؟ بهترین کاری که میشه کرد، این البته جمله من نیست، یه مانک بودایی اینو گفت، Do one thing at a time. در هر لحظه فقط یک کار انجام بده. اگه 10 تا کار داری که امروز باید انجام بدی و الان مشغول یکیشون هستی، در اون لحظه فقط اون کار رو انجام بده. فقط همون کاری که الان داری انجام میدی رو انجام بده. با همه وجودت الان اون کار رو فقط انجام بده. و بفرمایید. حتما بفرمایید. در هم برای این کار تمرکز ایجاد میشه. حتی موقعی مواقع کنم مثلا بله میگفتن که شاهد خودت باش. اینقدر مناظر زیبا بود به نظر من. حتی افراد ها یه مدلی دیگه بودن. مدلشون واقعا خیلی فرق. بله متوجه هستم. میگم شاید این حسه یه جورای هیجان کنه، نمیدونم این هیجانه چرا توی من ایجاد شد. میگم ضربان قلبم هم بالا میبرد. حال خوب داشتم. این حال ضربان قلبم خیلی حال خوبم بود. خیلی خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از گزارشتون، خیلی ممنونم. بله معمولا ما وقتی که آگاهانه زیست میکنیم لحظه رو، حضور آگاهانه هست، مشاهده هست، واقعیت به گونه دیگری تجربه میشه. بدونین وقتی شما عجله دارین، بعد یه چیزی، یه خوراکی میارن برای پذیرایی از شما و شما اینو تونتون دارین حرف میزنین، اینو تونتون میخورین، بعد خدافظی میکنین میرین. مثل این میمونه، اصلا نفهمیدیم چی خوردیم. ولی وقتی که شما عجله‌ای ندارین، خیلی گرسنه‌تونه، بعد اونو نگاه میکنین، لمس میکنین، بو میکنین، حس میکنین، هر قاشقو که میچشین کیف میکنین واقعا هر یه قاشقشو با کیف میست، همه سلولاتون انگار لذت میبرن.
و این فقط در رابطه با مثلا یک کاسه آش خوردن نیست، در رابطه با همه چیز همینطوره، همه چیز همینطوره، نفس کشیدن، راه رفتن، خوابیدن، از خواب بلند شدن، دوش گرفتن، کارهای ساده زندگی. کیفیت کل ماجرا میتونه تغییر کنه با مشاهده. خیلی ممنونم. خب ما بحثمون رو میخواییم ببریم جلو. قبلش یه مشاهده ذهن با هم داشته باشیم چند دقیقه و بعد اسلایدها رو ادامه بدیم.